اصلا مهراب با شما کار دارم. مهراب، مهراب طاهر، مهراب، مهراب طاهر، بفرمان مهراب جان، بکوشم. مفهوم بود مهراب جان، تمام. از مرکز منو خواستن، باید مسئله مهمی باشه. فردا صبح زود جلسه داریم، باید همین حالا را بیفتم. مسئولیت گروه با توه. تا همه مجموعین شهدا رو به بیمارستان منتقل نکردی به مقر بر نمیگردی. متوجه شدی؟ اگه کار لازمی داشتی و خواستی با من تماس بگیری، امشب تو راه هم و فردا ستاد. متوجه شدی؟ برو لطفا خاموش کنید. همونطور که ملاحظه کردید، متاسفانه باید عرض کنم که اخیراً فعالیت دشمن برای ما زیاد شده و باید اضافه کنم که از نحوه عملیاتشون کاملا مشخصه که این اطلاعات در مورد تجهیزات ما در جبهه ها و مراکز اقتصادی کاملا دقیق و درسته. اما بعد متوجه شدیم هواپیماهای آواکس آمریکایی بیشترین اطلاعات رو در اختیار عراق قرار میدن. اونا هم علیه ما عملیات میکنن و هر وقت نتونستن به هدفشون برسن، شهرهای بیدفاع و مردم مظلوم ما رو بمباران و یا موشکباران میکنن. هدف از تشکیل این جلسه اینه که باید عملیاتی رو طراحی کرد تا دست عراق از این گونه اطلاعات کوتاه بشه. نقطه مجهول برای ما محل گرفتن اطلاعات عراق از آواکس هاست و از کار انداختن اون محل. بهتره بگم باید از صفر شروع کنیم. این آقا از بهترین متخصصین کامپیوتر و رادارهای پیشرفته و پیچیده الکترونیکی است. صاحب نظریه، دارای مدرک دکترا در علوم ارتباطات، علوم ماهواره‌ای و رادارهای پیشرفته. نکته‌ای که لازم می‌دونم اشاره کنم اینه که ایشون از دانشجویان بورسیه‌ای بودن که با هزینه دولت تحصیلاتشون رو در کشور آمریکا به پایان رسوندن. بفرمایید. میبخشید جناب سرهنگ، میشه خواهش کنم اصل مطلب رو بفرمایید؟ اگر کمی صبر داشته باشید عرض خواهم کرد. آقای جمالزی از اهالی سیستان و بلوچستانه، حاشیه‌نشین هامون و قبلا هم زندگی ساده‌ای داشته. از وقتی که تحصیلاتش تموم شده از آمریکا به ایران اومده. حساب ما رو چرا نمیدی؟ یه هفته عدی دفعی میمان، عدی دفعی را ششتی من میشه میدم. خاکو این چقدره؟ بفرمان چقدره این؟ بشمار. سهراب جمعه پسرم ایوب داره میاد. سلام. سلام جمعه جان. اومدی؟ سلام مرد بزرگ.
پا قدم تو عجب روزی شده امروز. این خورشید هر چی که گرما و نور داره ریخته رو هامون و ولایات. واسه همینه که آفتاب داره جون آدمو میسوزونه. خب هر کی خورشید دوست داره گرماش هم دوست داره. بابام کجاست؟ تو محل نبود. صبح زود میره رو هامون. تورشو که جمع میکنه ماهیا رو میرسونه بازار. تا یه ساعت دیگه باید پیداش بشه. سلام جمعه جان. حالش خوبه؟ سلام. حالش چطوره؟ راستی سنم چطوره؟ اونم خوبه. ببین بافت قالی عروسی داره به آخر میرسه. چیزی نمونده که دار بیاد پایین و یه فرش خونت بشه تا بری روش با زنت زندگی کنی. آی خیری. ببین کی اومده؟ برادرت جمعه. سلام جمعه. کی اومدی؟ سهراب. سنم کو؟ تا جمعه عرقه راش خوش بشه با سنم برگشتم. چه کردی؟ اصلا ندیدم اتون. دایی جون ببخشید ندیدم اتون. چه خبرته؟ من یک شش ندنم. تو نمیتونی ببینی؟ حواست کجاست؟ حواسم پیش جمعه بود. دارم میرم سنمو خبر کنم که به دیدن شوهرش بره. غیرتت کجا رفته جبون؟ خواهرت فقط میره. خواهرت فقط عقد کرده. هر اون سخوره پدر داره زندگی میکنه. اون نباید بره خونه جمعه. خوبیت نداره. اون فقط میره. فقط میره یه سر جمعه رو ببینه. همین. خدا عقلتون زیاد کنه. سنم! سنم! کجایی سنم؟ چه خبرته؟ چرا داد میزنی؟ مگه چیزی شده؟ برات یه خبر دارم. خیره انشالله. چادر تو سرت کن بریم. خونه ام ایوب. جمعه اومده. جمعه پارسال هم همین وقتا اومده بودی دنبالم. یادم درست شب عملیات تازه فهمیدم ماموریت من چیه. این عراقی ها سه تا خاکیزی سهراب بس دیگه تمومش کن. قربون دهنت برادر. من که شما باشین تو جلوی پوز دادن سهراب رو بگیری. یکی نیست به این آقا بگه بالاخره همه جوونا چند دفعه رفتن جبهه. والا اونایی که چند سال خط اول بودن اینقدر پوز نمیدن. که ایشون با چند دفعه رفتن به جبهه همش از دلاوریاش میگه. من که یه حرف از جبهه زدم. فقط میگم اگه این دفعه هم قراره با داداش جونت برم روک و راست بعد به ما بگه کارمون چیه. خیری جان آقا حالا چه وقت این حرف هست؟ اینقدر سر به سر برادر من نذارا. شما یه چیزی بگو سهراب درست میگه؟ بازم میخوایی میرین جبهه؟ درست نمیدارم چی بگم. اومدن من به خاطر این نیست که سهراب رو با خودم ببرم. اصلا این دفعه شرایط من با گذشته فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ چیزی شده؟ والله فقط میدونم چند روزی بیشتر مهمونی شما نیستم. مهمون کدومه؟ تو خودت صابخونه ای؟ اگه فکر میکنی چیزی هست که ما باید بدونیم بگو تمام سر در بیاری. یادت میگفتی زن و شوهر باید حرفشون یکی باشه و دلشون با هم. حالا اگه حرفی تو دلت هست که من باید بدونم بگو. باشه به موقعش بهت میگم. فقط باید قول بدین هر چی از هر کی شنیدین ناراحت نشه. من هر کاری که بکنم وطن فروشی نمی کنم. نذاریم بابام ناراحت بشه. من سر کارم با یه عده حرفم شده. ظاهرن اومدم مرخصی. اما در...
خیلی وقته که با هم روی هامون نبودیم، از بعد از رفتنه. همیشه تورم و تنهایی پن میکردم. وقتی هم میخواستم از آب بکشم، اگرم خدا ماهی بیشتری نصیبم کرده بود و قوه بیرون کشیدنشو نداشتم، خدا رو به مدد میطلبیدم و یاد و فکر تو نیروی بیشتری بهم میداد تا ماهیای تورم و به ساحل و بعدش هم به بازار برسونم که پولش ذخیره‌ای بشه حلال برای تو و زنت و خونت. میدونم بابا، میدونم. به یاری خدا اگه عمری باشه، فرصتی باشه، جبران میکنم. البته نه این که بتونم جواب همه زحمتایی که برام کشیدی رو بدم، نه، کار سختیه. اما از خدا میخوام که عمری بده تا بتونم جبران محبتاتو بکنم. سعی میکنم، سعی که بتونم بکنم که هرچی هست. فقط اینه که باید فقط درست زندگی کنی. هرچی بوده من سعی کردم که لقمه حلال به تو بدم. درسته چیز دندونگیری نتونستم تو زندگی تهیه کنم، نمیخوام ناراحتت کنم، اما با یه حقیقتی رو بدونی، بدونی که چرا مادرت بین ما نیست. وقتی تو 4 ساله بودی، خیری هم 6 ماه بیشتر نداشت، یه روز رفتم وانت سام پدر سنم رو گرفتم که باهاش حسیرایی که مادرت بافته بود برای فروش ببرم زاهدان. مادرت گفت ما هم با تو میام. تو خیری رو برداشت، گفت یک مقداری پشم و نخم بخریم که یک قالی برای تو ببافه. هنگام برگشتن غروب جاده رو ماسه زیادی پوشونده بود. ماشین رو نگه داشتم تا چاره ای کنم. یه مرتبه از چپ و راست گلوله بارون شدیم. یه وقت متوجه شدم ماشین آتیش گرفته. مادرتم که خودش حایل تو خواهرت کرده بود، گلوله ای به سرش خورده بود و از بین رفت. بعدها فهمیدم که کار قاچاقچیه یکی از اون ور مرز اومده بودن و من حاضر نشدم باهشون کار کنم. با این کارشون ذره چشمی از همه گرفتن. بعدشم من موندم و یه زندگی آتیش گرفته و 2 تا بچه یه کوچک و بی مادر و به دهی ماشین. با این احوال شما رو با سربلندی بزرگ کرد. تو و سهراب ماهی ها رو برای فروش ببرید بازار، منم تو رو جمع میکنم و میرم خونه. چشم، شما راحت باشید. خدا آقا وقت جمعه. خدا حافظ شما. های سهراب، بیا بریم. خدا برکت بده، امرو تورمون پر ماهیه. دسته نباشید بابا، دسته درد نکن. سلامت باشید امرو. خدا نگهدار. خدا حافظ بابا. خدا حافظ. خدا قبل اینکه تو بیای، منو خیلی همه امیدمون اول به خدا بعد به اومدن تو بود. خیلی میگفت همین که داداشم زنشو ببره سر خونه زندگیش، اونم بافت قالیش هر شروع میکنه. اوه چه عجله ای که تو خیلی داری. همه آبادی میدونن که اسم تو رو خیریه دیگه. ببین نقل عجله نیست، صحبت راه انداختن یه زندگیه. میدونم، تا چشم هم بذاری همه چی درست میشه. ببریم. میدونی اگه بنا باشه که جمعه، من خیلی نگرانم. نگران چی هستی؟ این که تو بالاخره سر کارت برمیگردی یا نه؟ اومدی مرخصی یا بیرونت کردن؟ یا چی؟ یا فرار کردی؟ مخصوصم اینه تو کار بدی کردی؟ فراری هستی؟ قراره امشب یادت نره، بابا منتظره.
چند وقتیه که نقل ما نقل هر مجلسی شده و هر کس و ناکسی به خودش جرأت میده و حرفهایی پشت سر ما و اهل خانه ما میزنه. گناه کردیم دختر شوهر دادیم؟ نه، شماها بگین من چی کار باید بکنم؟ یه کمی دندون رو جیگر بذار، صبر داشته باش، همه یه کارا درست میشه. صبر داشته باشم؟ تا کی؟ مثل این که یادتون رفته بعد از این که شیرینی خوردین و اسم جمعه رو روی صنم گذاشتین گفتین صبر کن تا درسش تموم بشه. 4 سال صبر کردم تا از فرهنگ برگشت، عهد کردی گفتی صبر کن تا دستش به کاری بند بشه، 1 سال هم صبر کردم تا امروز که برگشته هنوز هم میگی صبر کنم؟ صبر کنم که چی بشه؟ من واسه دخترم میترسم. حرف اصلی تو بزن. حرف اصلی کدومه؟ چی میخوای بگی مرد؟ حرفی رو که من میزنم حرف مردمه. تو کوچه و بازار جار میزنن دولت پسر تو از کار بیرون کرده، حالا معلوم نیست آخر عاقبتش چی میشه. بس دیگه، تمومش کنید، بذار مردم هر چی میخوان بگن. جنایت که نکردم، یه روزی به من احتیاج داشتن، میخواستن که براشون کار کنم، حالا نمیخوان. دنیا که تموم نشده. شده؟ من حرفی ندارم، همین روزها دست زنمو میگیرم با خودم میبرم سر خونه زندگیش. از شما میخوام با آبروی کسی بازی نکنید، خواهش میکنم. چه عجب، بالاخره قفل زبونت باز شد. پس بی خود نیست تو همه اهل آبادی پیچیده که از کار بیرونت کردن. خدا کنه کاسه دیگه ای زیر کاست نباشه. پدر جان این حرف خوب نیست. این فضولی ها به تو نیومده. تا من زندم حرف اول رو تو این خونه من میزنم. آهای سنم، ببرون صدای فرش عزا رو که سیاه‌بخت شدی. یادت باشه تا آخر هفته تکلیف دختر منو باید روشن کنی. تکلیف این دختر روشنه، اون زن منه، هیچ کس هم حق نداره غیر از این فکر کنه. کجا داری میری؟ جواب حرف منو بده، تکلیف منو روشن کن. این درست نیست. کجا داری میری؟ برات نوشتم. عروسی؟ امروز رو طلاهای انفجاری کار میکنیم. مسئله وقت خیلی برامون مهمه. متوجه شدین؟ حالا شما، شما، شما از این طرف، شما، شما، شما از اون طرف.
اگه این عملیات رو به دو بخش توان بدنی و توان تخصصی تقسیم کنیم، صراحتاً بهتون بگم که فقط در بخش توان بدنی موفق بودین. چیزی که در حال حاضر حرف اولو در عملیات ایزایی میزنه توان تخصصی تاکتیکیه. یک دهم اختلاف در انهدام موقعیت دشمن برابر با هزاران هزار کیلومتر پیش روی اون در خاک خودیه. و این یعنی فاجعه. ما با کسی شوخی نداریم. افرادی که برای ما فاجعه آفرین باشن به هیچ عنوان در این اکیپ جایی ندارن، حتی اگه تخصصشون در حد جمعه جماعت زهی باشه. آقایون، لازمه که مطالب رو همه بدونید. جناب سبوت، خواهش میکنم بفرمایید. با کسب اجازه. اخیراً بمباران و موشکباران شهرها و مواضع ما خیلی زیاد بوده. با تکرار دقت در حمله اونا به مراکز صنعتی، مواضع نظامی و مناطق مسکونی ما نشانگر یک مطلبه. آواکس های آمریکایی در اختیار دشمنه. بله. با اطلاعاتی که اخیراً از یک فرمانده عراقی که اسیر ما شده به دست آوردیم، متوجه شدیم که یک سیستم مجهز کامپیوتری در خاک عراق وجود داره که گزارش خودش را از آواکس‌ها گرفته و در اختیار ارتش خودش قرار میده. خسته نباشین. اما خود شما بهتر میدونین ما علاوه بر نداشتن فرصت کافی، از دست ندادن زمان مناسب برای انجام عملیات هم مورد نظرمون هست. و مسئولیت این مهم مستقیماً به شما برمیگرده. برنامه‌تون رو اعلام کنید. اگه اجازه بدین عرض میکنم. مرحله اول شناسایی نیروها و مراکز عملیاتی و نظامی دشمن بود. مرحله دوم عملیات انحرافی نیروهای ماست. و مرحله سوم عملیات اصلی انهدام نیروها و مراکز اطلاعاتی و استراتژیکی دشمن. We'll be right back.
مواظب خودت باش. از روز شرمنده ام خانم، از وقتی پامو تو زندگیت گذاشتم برای تو تنها چیزی که داشتم مزیت و آزاره که تو خوب تحملش کردی. نمیخوام این دم آخری اشکاتو ببینم، اما یه حرفایی هست که باید گفته بشه. اگه زنده موندم و برگشتم که زن زندگیم هستی، منم سعی میکنم تلافی کنم. اگرم زنده نموندم، زندگی خود خراب نکن، خوب زندگی کن. خلاصه میخوام بگم همون کاری رو بکن که دلت رضا میده. دل من وقتی رضا میده که توی زندگی با تو سهمی داشته باشم. تو که خیالت نیست سهم منو کم کنی و یه تنه بار مشکلاتش رو به دوش بکشی. اگه لازم باشه تا آخر عمرم صبر میکنم و منتظر میمونم. مطمئن باش آخرین تار قالی رو وقتی گره میزنم و میبافم که بدونم بعدش پهر میشه تو خونمون. برو برو، خدا به همراهت. جمعه یادگار مادرم، میخوام که همیشه به گردنت باشه. Hello. Hi. Can I help you? Yes, please. I would like to apply for US visa. Have you filled out an application? Yes. I have and all the related documents to... You are an Iranian? Yes, yes. I'm sorry, we can't give you a visa. But my situation is different. Please have a look at my application. I've explained everything and I've got all the documents that you need. Just have some understanding, please. Ah, you are an expert in satellite communication. Yes.
بله؟ حتما خیانت کرده. شاید هم دزدی. بس دیگه. این همه تهمت و ناروا به جوون من نزنید. مگه شما علم غیب دارید؟ یا تو محل کارش رفت آمد داشتید؟ که به این راحتی ناحق میگی. ناحق کدومه؟ مرد ناحسابی. شماها که مرد حسابی هستید بگید چه کار کرده؟ چه کار که نکرده. جمع آدمی نیست که به نامردی بزنه. شما هم بهتره نگران پول دولت و مردم نباشی. دولت خودش نمیذاره پول مردم حیف بشه. تو جوونی و خام، حقم داری. آخه باورت نمیشه. این حرفا چیه که میزنی؟ پسر من آزارش به یه مورچم نرسیده. چه کرده که میگه از پشت به مردمش خنجر زده؟ شما یه چیزی بگو. چی بگم؟ فقط همینو میدونم که دلم خونه. ایوب، باید بدونی که خودشو فروخته، جمعه فرار کرده. قباحت داره مرد. شرم کن، از خدا بترس. همه بچه منو میشناسن. کی تا حالا کار خلافی از جوون من دیده؟ اون لقمه ی حلال خورده. اگرم رفته اون بر، برای درستشه. آقای عبدالله، تو چشمات خوب نمیبینه. نمیتونی حقیقتو درست تشخیص بدی. تو جمعه بچه منو با بیژنت اشتباه گرفتی. اونی به مردمش خنجر میزنه که معلوم نیست سرش به گدوم آخر بنده و از غریبه های اون بر مرز چی میخره و میاره این بر. عبدالله، عمو ایوب، همه میدونن از قدیم تو با خانوادت برام عزیز و محترم بودی. این دلیل نمیشه که واقعیت رو بهت نگم. یکی از بچه های آبادی اونو در کویت دیده، از وضعش با خبره. میگفت داره پناهنده میشه به آمریکا. اگر جمعه این کار رو کرده باشه، کمر همه نیمروزی ها خورد میشه. سهراب، Here you are. Okay. We're going to let you know for interview in about 3 days, and then we'll give you our final answer. We don't believe that you are going to have any problem to getting your visa. Thank you. Bye. Bye. از نقش و رنگ معلوم میشه که قالی بافت کدوم منطقه هست. آهای مهری، من زن بگو برن خونه. اونا هنو کارشون تمام نشده، کار دارن. امروزشون کارشونو ببرن، بگو برن تا قلم پاسونا خورد نکردن. ببخشید سنم جون، نمیشه بمونی. بیبی نداره، بریم به سلامت. خدافز. خدافز. ببخشید، ما هم دیگه باید بریم. شماها دیگه چرا؟ چطور شده که دیگه نمیخواین اینجا باشی؟ عیبی نداره خیری جان، بذار برم. میگن مردم به بابام خیلی سرکوف زدن. میترسم اون پیرمرد طاقت نیاره و دخ کنه یا کاری دست خودش بده. طوری نیست خیری جان، همه چی درست میشه. <تص->
سلام علیکم. سلام. هیچ تغییری نکرده؟ جام سرگور، شرایط جوی بی تأثیر نیست، اما من به این نقطه مشکوک هستم. مهم اون نقطه اصلیه. من هنوزم اطمینان دارم که تو خاک عراقه. طبق آخرین اطلاعاتی که به دست ما رسیده، اون در مملکتش تحت تعقیبه. با این حال نباید زود بهش اعتماد کنی. این پرونده مربوط به سالهای تحصیل اون در دانشگاه‌های آمریکاست. اون علاوه بر این که همیشه دانشجوی ممتازی بوده، صاحب نظریه در علوم ماهواره‌ای، رادارهای پیشرفته و آواکساز. به همین دلیل اون آدم خطرناکیه. بیشتر باید مراقبت کنیم. برعکس نظر شما معتقدم میشه بهش اعتماد کرد. اون برای ما خیلی ارزش داره. اون با کدها و رمزهایی که در اختیار داره ممکنه باعث دردسر بشه. زوده که به اون اعتماد کنیم. خود شما گفتین که اون در ایران بریده. بله، درسته. اما اگر اون بخواد برای نجات خودش با ایران ارتباط برقرار کنه و اطلاعات مخفی و نظامی عراق رو در اختیار اونها قرار بده چی؟ اون در شرایط جنگ فرار کرده و به مملکتش پشت کرده. خودش خوب میدونه اگه گیر ایرونیا بیفته کمترین تنبیهش اعدامه. اون یک فرد معمولی نیست. حیفه که از دستش بدید. شما سرگرد عدنان مسئولیت کارهای اونو به عهده میگیرید؟ من به خاطر عراق و پیروزی ما در جنگ هر کاری که لازم باشه انجام میدم. فعلا که اون حاضر به همکاری نشده. من راضیش میکنم. میدونم که عاشق کارشه. ببریدش به سایت، اما مواظبش بشین. چه شده بابا جون؟ چرا گریه میکنی؟ حرفتو بزن ببینم چی شده؟ حرفتو بزن! لباس عروسی سنم. لباس عروسی سنم چی شده؟ نمیدونم کدوم از خدا بیخبر. لباس عروسی سنم اون پاره کرده. حالا چی کار کنم؟ به سنم چی بگم؟ آروم بگیر دختر. گفتم آروم بگیر. کجا میای دختر؟ صبر کن بابا، صبر کن. کجا داری میری؟ خودت تو درد سر ننداز. بذار سهرابو خبر کنم. این قضیه به خونه ما مربوطه. خودم باید جلوشونو بگیرم. پای سهرابم نباید وسط بکشیم. صبر کن. بر خدا ای نامسلمونا، زبون بسته چی کار بکنه؟ ای از خدا بی خبرا، این حیوان بی گناه چی کار کرده بود که به این روزش انداختی؟ چه خبر اینجا؟ چی شده؟ این گاف چرا اینجوری شده؟ این شب یه عده بی خدا بی خبر اومدن لباس عروسی سنم رو پاره کردن. حالا که اومدم ببینم این کسی خورده حسابی داره به این بگیر، دیدم این زبون رو به این روزنده. حالا من از خونه اومدم بیرون تا ببینم اگه کسی خورده حسابی با ما داره بگه. دیدم این حیوان زبون بسته تو خونه خودش قوطه ور شده. پس خونه شما اومدن؟
خالی عروسی جمعه‌رم از دار انداختنش کنه. درست میشه بابا. شما برین داخل. برو تو. برو تو بابا جون. خوابه جو. آره. ماذا تنتظر؟ لماذا لا تكلم؟ انه ليس بشخص العادي. انت ايزا اسبد اعصابك واصبر قليلا. سيجار ميخاي؟ نه متشكرم، من سيجار نمیکشم. خب بهتره حاشیه نریم و بریم سر اصل ماجرا. خوبه که شما بدونید بخش ویژه اطلاعاتی ما مدت هاست که روی شما کار کرده. ما میدونیم شما کی هستید، چقدر درس خوندید، از کدام کشور فارغ التحصیل شدید و مسئولیت شما در کشورتون چی بوده. از وضعیت خانوادگی و نحوه زندگی کردن شما در محل زادگاهتون با خبریم. حتی میدونیم این اواخر مشکلات زیادی بین شما و رؤسای شما در محل کارتون وجود داشته و بهتره بدونید اگر به موقع فرار نمی کردید و از مملکت خارج نمی شدید شاید حالا زنده نبودید. خب مطالب مهمی است که بهتره شما بدونید. اول اینکه من با پای خودم به اینجا نیومدم، شما منو دزدیدید و به عراق آوردید. دوم اینکه من قصد رفتن به امریکا را داشتم که البته هنوز هم دارم. سوم، درسته که من از کشورم فرار کردم، اما این معناش این نیست که بخوام با دشمن کشورم همکاری کنم. شما نمیتونید منو وادار به همکاری بکنید. Are you crazy? If you think so, maybe. آقای جمعه جمال زهی، شما یک متخصص کامپیوتر و رادارهای پیشرفته هستید. هر جا که باشید باید از تخصصتون استفاده کنید، چه در ایران یا آمریکا و یا حالا که در عراق هستید. شما آدم با ارزشی هستید، اهل علم و دانش هستید. دانش هم که مرز نمیشناسه. اصلا دانشمندا مردمی بدون مرزند و متعلق به همه جا، اما بی وطن نیستند. مردم آهای مردم، این پیغمبر اونایی برسونی که این کارا رو کردن. اگه سهراب گفته اگه کسی خورده حسابی با ما رو خونه ی ابو ایوب داره، مرد و مردونه پاشو بذاره وسط میدون. نه این که مثل زنا تو تاریکی را بره یا مثل دزدا و نامردا این کارا رو بکنه. ابو ایوب شاید از حقش بگذره، اما سهراب جواب این بیغیرتی ها رو با مشت میده. یادتون باشه سهراب نمیذاره که هر نااهلی حرمت خونش رو بشکنه. من خیلی تلاش کردم که تو اذیت نشی و جونت به خطر نیفته. اونا میخواستن تو رو بفرستن به مرکز استخبارات که خود این یعنی حداقل 6 ماه باجویی و زندان انفرادی و قطع ارتباط با دنیای خارج از زندان. حالا تو باید به خودت هم کمک کنی و ثابت کنی که من اشتباه نکردم. من نه در جبهه اسیر شدم و نه با میل خودم به اینجا آمدم. پس هیچ علتی وجود نداره که شما بخواید منو اذیت کنید یا وادار به کاری بکنید که دوست ندارم انجام بدم. تازه علت محبت شما برای من روشن نیست. بالاخره من یک ایرانی هستم و شما یک عراقی که بین ما جنگ قرار داره. حالا چرا شما به اصطلاح خودتون به من محبت میکنید برای من روشن نیست. میخوای بدونی چرا حمایتت میکنم؟ باشه میگم. به دو دلیل. اول اینکه از نظر علمی من و شما
یه بچه مشترکی داریم که رشته تحصیلیمون یکی. دومن شما طبق نظریه‌ای که در تز فارغ التحصیلی خودتون نوشتید و بعضی از روزنامه‌ها و مجله‌های آمریکایی هم با سر صدا مطلب شما رو درج کردن، معتقد هستید که آمریکایی‌ها تمام مطالب دریافتی از آواکساشون رو در اختیار پایگاه‌های راداری که در کشورهای دیگه درست می‌کنن و پول هنگفتی می‌گیرن قرار نمی‌دن، که اثبات این نظریه از نظر علمی برای من خیلی مهمه آقا. با تمام مطالبی که گفتید من حاضر به همکاری با شما که نام دیگرش خیانت به کشورمه نیستم. چرا؟ شما همکاری میکنید. اگه من گزارش بدم که شما به درد ما نمیخورید، ترتیبی میدن که شما به دست ایرونی ها بیفتید که در اون صورت سرنوشتی جز مرگ در انتظارتون نخواهد بود. و اگه من گزارش بدم که شما با ما نهایت همکاری رو دارید، با اختیاراتی که مقامات بالاتر به من دادن، شما مطمئن باشید کمتر از یک سال طول نخواهد کشید که شما رو به امریکا و یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشین میفرستیم و ترتیبی میدیم که خانوادتون هم به شما ملحق بشه. حالا نظرتون چیه؟ ماله؟ سلام. سلام. سلام مامو ایو. سلام بابا جون. سنم خوبه؟ خوبه امو. این وقت روز رو هامون میری چیکار؟ هر چی داشتیم تو خونه تموم شد. میرم یه چند تا ماهی بگیرم. ولی او بی انصافات تور تو پاره کردن. چطوری میخوای ماهی بگیری؟ خدا بزرگه. یه کارش میکنی. منم باهات میام. کمکت میکنم چند تا از اون بزرگاشو بگیری. نه بابا جون. راضی به زحمت تو نیستم. خودم میرم. امو ایو. اگه فکر میکنی میذارم تنها بری خیال بی خودیه. یالا سوار شو. خود زود باش دیگه. خودم میرم. برو عمو. بده من عمو.
وقتشه بهت بگم بی خودی خودتو تو دردسر ننداز. اگه دردسری هست مال من و خونم و جمعه منه. بی خودی خودتو درگیر ماجرایی که مربوط به تو نیست نکن. اما ایوب، از همون وقتی که سنم خواهر من برای جمعه عقد شد، من چه بخوام و چه نخوام درگیر هر ماجرایی که تو زندگی اونا بیاد هستم. شما به فکر من نباش. برای بابام خیلی ناراحت. اون همش غصه میخوره. مخصوصا بعد از اینکه تور ماهیگیریشو پاره کردن، کمتر از خونه میره بیرون. هر وقتم که پاشو از خونه میذاره بیرون، مردم توف و لعنتش میکنن. نه چیزی ازش میخرن، نه چیزی بهش میفروشن. مثل اینکه تاونیه. خدا به خیر کنه. سنم، تو فکر میکنی جمعه واقعا چی؟ هیچی. فراموش کن. سنم. ها چیه؟ یه عده برای بابام پیغون فرستادن که تا آخر هفته باید از محل بریم بیرون. بی خود پیغون فرستادن. گفتن اگه کوچ نکنیم به زور ما رو بیرون میکنن. غلط کردن که گفتن. گفتن با کاری که داداش جمعه کرده آبروی همه نیمروزی ها رفته. بی خود کردن که گفتن. نه، خیلی هم درست گفتن. جمعه با فرارش از مملکت و پناه بردنش به خارجی ها آبروی همه رو برده. تازه خوبه که فقط گفتن از اینجا برید. سنم، به دختر ایوب بگو دیگه تو این خونه پیداش نشه. بعد از این خودت هم پات از این خونه بیرون نمیذاری. خیری خواهر شوهر منه. اگه خونه اینا خونه منه، خونه ما هم خونه خودشونه. انگار حالیت نیست چی به سرمون اومده. انگار نمیفهمی که سیه‌بخت شدی. خونه اینا یه وقتی قرار بود خونه ی تو بشه، نه حالا که اون بیابی رو همه چی رو پشت کرده و رفته. جمعه هر کی هست و هر کاری کرده شوهر منه. جنایت که نکرده. کرده؟ کارش از هزار تا جنایت بدتره. مردم نیمروز هر کاری بکنن وطن فروشی نمی کنن. میفهمی؟ تو هم بهتره به پدرت بگی تا خونی ریخته نشده هر چی زودتر بساطشو جمع کنه از اینجا بره. که اگه نره، اگه حرفی باشه، از لوله یه تفنگ مردم بیرون میاد. مطلب
مطلب مهمی است که باید شما رو در جریان بذارم. بگو، گوش میکنم. اینجا نمیشه، باید تنها باشیم. بله، حتما. چی میخواستی بگی؟ همونطور که حدس میزدم و تقریبا مطمئن بودم، امریکایی ها همه اطلاعات، رمز و کد کار با دستگاه رو از شما پنهان کردن. من که باور نمی کنم. شما چه دلیل و مدرکی برای اثبات گفته هاتون دارید؟ من تونستم وارد سیستم اطلاعاتی اونا بشم. متوجه شدم که آواکسا از یک تشکیلات نفتی که اخیراً ایران را اندازی کرده عکس برداری و نقشه برداری کنن که به شما اطلاع ندادن. اگه این نقشه ها درست باشه دلیلی نداره که آمریکایی ها محلشون رو به ما نگه، چون اونا میخوان مراکز نفتی و اقتصادی ایران از طریق ما بمباران بشه. من که سر در نمیارم. اونا خیلی از اطلاعاتی رو که تو این جنگ به دست میارن برای خودشون میخوان. مثلا همین سایتی که به ظاهر کارش گرفتن اطلاعات از آواکساست. آیا فکر نمی‌کنید پایگاه مطمئن و مهمی باشه برای کنترل نظامی‌هاشون در صحرای عربستان یا برای جایگیری استراتژیکی ناوهای جنگیشون در خلیج فارس یا اطلاع داشتن از کلیه مراکز و چاه‌های نفت در منطقه؟ به هر حال نمیشه منکر این مدرک زنده شد، چون من خیلی دقیق محل و جراهای جغرافیایی اونجا رو پیدا کردم. اگر وجود محلی که نقشه اون رو تهیه کردید ثابت بشه، اون وقت موقعیت من و شما در اینجا خیلی فرق میکنه. خوشحالم از این که به اطلاع میرسونم تمام برنامه های ما تا امروز به لطف و مدد خداوند با موفقیت روبرو بوده. اگه خاطرتون باشه عملیاتو بر اساس سه مرحله زمانبندی کردیم. مرحله اول شناسایی مراکز اطلاعاتی دشمن بود که ما به بیش از 60% از خواسته هامون رسیدیم. مرحله دوم عملیات انحرافی نیروهای ما بود که تقریباً به 100% از خواسته‌ها و اهدافمون رسیدیم. و مرحله سوم یا آخر عملیات اصلی و عملیه. آقایون، ما برای حمله و انهدام مراکز اطلاعاتی و استراتژیکی دشمن آماده ایم. تنها گرفتن رمز مکان اصلی مونده که فکر می‌کنم تا 24 ساعت آینده این مهمم انجام بشه. انشاءالله موفق باشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. متشکرم. سلام. حالا چطور؟ چرا دیر کردی بابا؟ یه خورده کار داشتم دیر شد. خیلی خوب، یه با هم یکی دو تا چای بخوریم خستگی از تنت هم بره. حالا چطور؟ خوبی؟ خوبی؟ ببرم همون سلام. بشین شما. خب چیکار کردی؟ یه خورده بار داشتم بالا رو بردم رسوندم. که بعد قول نبودی پسر. گفتم که سلام. بار داشتم اونجا تو اذیتتون کردم. چه خبر؟ دیشب کجا بودی؟ اونا حرف حساب حالیشون نیست. ایوب میگه اینجا خونه منه. میگه هیچ کس نمیتونه منو از خونم بیرون کنه. اون حاضر نیست ترک شهر و دیارشو بکنه. کی اینطور؟ تازه سهرابم دست به تفنگ شده رفته خونه ایوب. میگه خونه ایوب خونه منم هست. نگه کسی جرأت داره به خونه نزدیک شه. کاری که سهراب کرده به من عرجی نداره. اگه اونم خیالشه که به مردمش و وطنش خیانت بکنه، ریختن خونش حلاله. مردم
من امروز پسری به اسم سهراب ندارم. هر تصمیمی بگیرید من هم هستم. ایوب باید از اینجا بره تا مردم بدونن که صدای وطن فروشی چیه. کی هستی؟ منم سنم. سلام. سلام بابا. تو اینجا چه کار میکنی؟ کار درستی نکردی که اومدی اینجا. کار نادرست اونایی میکنن که میخوان اهل این خونه رو به زور بیرون کنن. بابا جون، اینجا برای تو امن نیست. بهتره تو سر کلشون پیدا نشده از اینجا بری. اینجا خونه شوهر و پدر شوهر منه. امن‌ترین و مطمئن‌ترین جا برای منه. حالا اگه بیرونم نمی کنین، اجازه بدین منم با شما باشم. شیر مادرت حلال دختر. خوش آمدی. آفتاب امروز زندگی تو جمع کنی و از اینجا بری. مثل این که فراموشت شده یا این که بار سنگین گناه پسرت طلوع آفتاب از یادت برده. این که کاری نداره، من یادش میارم که دیگه فرصتش تموم شده. نه، صبر داشته باش. فعلا بین زنها جا خوش کرده و بس نشسته. واقعا که روی نامردی و بیشرمی رو سفید کردی. تقصیر خودت نیست. های عبدالله، تو نه چشم داری که ببینی، نه شعور که بفهمی. اگرم حرفی هست، حرف تو نیست. درسته، حرفی قومه. قوم؟ از کی تالو تو زبون قوم شدی؟ از وقتی که بار سنگینه گناه پسر تو روی این دیار سایه انداخت و تو جلودار شدی که چه بشه. فراموش شده پسر من داماد تو هم هست؟ داماد که جای خود داره. سهراب هم بود همین کار رو میکردم. خوبه بدونی سهراب تا دیروز پسر من بود. از امروز فقط ریختن خونش میتونه لکه ننگ خونه منو پاک کنه. شماها چه خیالتونه؟ به همورتون داشته؟ آهای عبدالله، میخوای حکایت خیلی از کاراتو برای همه بگم؟ و تو کاووس، قضیه چند سال پیش تو فراموش کردی؟ به همه تونم، تا حالا کسی خلافی چیزی از من و پسرم دیده؟ چرا لال شدید؟ نقل این حرفا نیست پیر مرد، ما هیچ کدوم مامزاده نیستیم. بیدین و وطن فروش هم نیستیم. غیرتمون هم اجازه نمیده که به هر شکلی این ننگ رو تحمل کنیم. ننگی اگه هست از آدمایی مثل شما. حالا معلوم میشه کی مایه ننگه. نکنید. عبدالله به پسرت بگو تیراندازی نکنه. از کی تا حالا رسم خودتون رو فراموش کردید و به خانه ای که زن داخلش حمله میکنید تیراندازی میکنید؟ بسه دیگه، این کاری رو هم که ما میکنیم ننگه. اگه جوان ها نمیدونن، پیرمرد ها که میدونن. عبدالله خوبه به پسرت رسم مردونگی یاد بدی.
حق نداره بهش دست بزنه. اون پسر منه. اگه قرار بیرون از حریم اون خونه خونی ریخته بشه، خودم تیر خلاصیشو میزنم. اون تفنگو بده به من. میبرم تا وقتی که حقیقت روشن بشه، شاید بچه های کوچک ما بفهمن که هنوز بین مردم نیمروز حرمت زن از بین نرفته. We are very happy because of the successful act. Excuse me. Okay. It's okay. موفقیت نیروی هوایی در عملیات شب گذشته رو واقعا مدیون شما هستیم. بهتون تبریک میگم. خواهش میکنم. متشکرم. بسکر. اون دو نفر از کاری که تو کردی زیاد خوشحال نیستن. مهم نیست. مهم اینه که دستشون برای ما رو شده. من نگران هستم که مبادا در آینده برای من مسئله به وجود بیارم. شما نگران نباش. بعد از موفقیت دیشب و درست بودن اطلاعات شما، از سرفرماندهی به من اختیار دادند که وسایل مورد نیاز شما رو در اختیارتون قرار بدم. محل زندگی راحت، تفریح، حتی اگه کسی ندونه میتونی از تلفن اتاق من استفاده کنید. متشکرم. خانواده من تلفن ندارن که من بتونم باهاشون تماس بگیرم. چای میخوری؟ خیریو میرنجونی، گناه داره دل اونو میشکنی. حرف بزن، یه چیزی بگو. میدونم که ناراحتی. آره ناراحتم. ناراحتم به خاطر اینکه در پناه چادر تو قرار گرفتم. ناراحتم به خاطر اینکه دیگه تا آخر عمر جلوی مردای آبادی نمیتونم سرمو بلند کنم. ناراحتم به خاطر اینکه دیگه تو این محله اعتباری ندارم. سنم، ناراحتی از این بالاتر که به خاطر تو. مهم اینه که تو الان اینجایی. مهم اینه که بی خودی کشته نشدی. نباید از این سنت ناراحت بشی. از من یه خیری تو این کاره. خیر کدومه؟ کاش کشته میشدم و جلوی مردم سرفکنده نبودم. مطمئن باش، سرفکنده نمیشی.
شایدم خیلی سربلند بشی. ببینم تو چی میخوای بگی؟ باید تا صبح نشده از اینجا بری. بری و هرچه زودتر بری سراغ هاش طاهر. هاش طاهر؟ تو داری منو گیج میکنی؟ بعدا میفهمی. هاش طاهر همه چیزو برات میگه. انشالله وقتی با سربلندی برگشتی خوردن شیرینی عروسی تو و خیری خیلی شیرینه. جان اسمیت با اون همکار یهودیش معتقدن بخشی از برنامه‌های داده شده به کامپیوترها دستکاری شده و اطلاعاتی ناقص و غلط به جای اونا ثبت شده. اونا دارن علیه من توطئه میکنن. نمیتونن قبول کنن که یه آدم دیگه غیر از خودشون به اطلاعات دقیق تری دست پیدا کرده. اگر فقط این مطلب باشه تو اصلا نگران نباش. من جلوی توطئه اونا رو میگیرم. اما اونا میگن حمله نظامی اخیر عراق به پایگاه نفتی ایران فقط یک دام برای انحراف کشیدن ما بوده و به دنبال مدارکی هستن که ثابت کنن. Let's go. فعلا جای صحبت نیست. بفرم بریم. اونا دارن منو کجا میبرن؟ شما نگران نباشید. شما فعلا تحت نظرید و نمیتونید اینجا بیاید. اصلا فکر نمی کردم این همه درد سر درست بشه. حالا هم نگران نباش. با زابل تماس میگیریم تا از خانواده جمعه محافظت بشه. شما چرا از اول من در جریان نذاشتی؟ ممکن بود اتفاق بدی بیفته. حالا که تا اینجا همه چیز الحمدلله به خیر گذشته. تو هم اینجایی. اینجا پیدا کردن شما کار آسونی نبود. از هزار تا مانع رد شدم تا تونستم خودمو برسونم اینجا. میدونم. موضوع چیه؟ دارین چیکار میکنی؟ اینجا کجاست؟ من اینجا چی کار میکنم؟ همه چی طبق برنامه جلو میره. اگه تو هم الان اینجا هستی رو حسابه. در راه این عملیات خود من هستم. از وقتی که جمعه رفته من دارم گروهی رو که باهاشون آشنا میشی اینجا به طور مخفیانه آموزش میدم و آماده میکنم. کسی نمیدونه ما واقعا کجا هستیم. در واقع این یه مأموریت مهم و سریه که تا آخرین لحظه همه چی باید مخفی بمونه. اگه تو هم چیزایی رو میدونی به خاطر اینه که جزء گروه اعزامی ما هستی و به زودی همراه ما وارد خاک عراق میشی. من؟ حرفی نیست.
ولی اصلا سر در نمیارم. با شناختی که از تو دارم و در عملیات گذشته نشون دادی، برای نقش خونی کبیر تو بهترین هستی و من لازمت دارم. با اختیاراتی که من دارم لازم دونستم که تو هم با ما باشی. حالا من اصلا نمیدونم چی بگم. از جامعه چه خبر؟ I'm sorry. You are right. The pictures are belong to the markets that it has built properly with the real size. I'm so sorry. So, in my opinion, I'm sure he's a spy. No, he did not, sir. But he will talk. اینجا توقف بکنید. همتون کم و بیش از ماموریتی که به ما محول شده با خبره. لازمه نکته ای رو عرض کنم. یکی از بچه های خوب و باسواد و ورزیده ما طبق یک نقشه دقیق و حساب شده تونست وارد پایگاه اصلی و جهنمی دشمن بشه و در آخرین لحظه با فرستادن پیام رمز محل پایگاه رو برای ما مشخص کنه.
اما قبل از اینکه اتفاق بدی برای اون بیفته ما باید هرچه سریعتر خودمونو به اونجا برسونیم. ببخشید پس مطلب چی هستیم؟ اگه اجازه میدین حرکت کنیم. آروم باش، نباید احساساتی عمل کرد. با هماهنگی که با اداره هواشناسی داشتیم تا یکی دو ساعت دیگه امکان طوفان شن در منطقه کویری نسبت جنوب شرقی سایت هست. ظاهرا رادارهاشون نقطه کوری نداره. تنها معبر قابل اطمینان برای عبور ما همینه که قبلا توسط دو نفر از افراد گروه شناسایی شده. خب اگه بتونیم به یاری خدا از طوفان شن به سلامت عبور کنیم دیگه مشکلی نداره. سهراب، وظیفه تو به سلامت عبور دادن گروه از طوفان شن. شما نگران نباش، ولی من فکر میکنم طوفان زودتر شروع میشه. بهتره بریم پایین کوه و همونجا منتظر بمون. آدم تکلم لیش یا تکلم فکر میکنی کی باید حرکت کنی؟ سرعت باد داره زیادتر میشه. حد اکثر تا نیم ساعت دیگه. بچه ها تنوار رو ببندیم به کمرتون. سربنداتون هم آماده کنیم. رضا به کامپیوترت یه نگاهی بنداز ببین چه علامی رو میتونی بگیری.
دهنت، فقط چشماتون بیرون باشه. باش به توفان دلو دلو را برید، خانمایی کمارتون شون نشه. To talk. If you don't talk, I kill you. Kill me. Because I don't know anything. I kill you! Take it easy, sir. I kill you! الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على عرقيا Thank you.
شلیک نکنید. دراز بکشید. خیلی خوب بچه ها، تا رسیدن به سایت چیزی نمونده. هر کدوم از ما زنده موندیم و سالم برگشتیم به یکی عادی و فرهاد و ست حسین. کنار سایت دلاوران جنگیدن و به شهادت رسیدن. خیلی خوب نظام، هرچه سریعتر موقعیت محدوده اینجا رو مشخص کن و رمز گرای محل رو بفرست. خب بچه هم، تا رضا کارشو میکنه شما هم لباس های مخصوص سایتو ببوشین و به محض اینکه رضا کارش تموم شد حرکت میکنه. نزنینش، اون از هیچ خبر نداره، بیگناهه. تو من هف چیتن یو دی آر تیکنگ آف دمسلف اند دیر بینفیتس اند یو گیر. مجموعه عملیات ما باید کمتر از 10 دقیقه انجام بشه. سهراب و سید مهدی با مواد سوختی آتش‌بازی را می‌اندازند. رضا و محسن و ناصر خودشونو به طبقه پایین ساختمون می‌رسونن و مواد منفجره رو جاسازی می‌کنن. من و محمودم سر اونا رو گرم می‌کنیم و خودمونو به ساختمون اصلی می‌رسونیم. بلکه جمعه رو پیدا کنیم. موفق باشید. خدا نگهدار.
حاصل بکن شما. Don't move. Oh, shit.